ستاره بدرخشید ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت خط ننوشت با غمزه مسئله آموز صد مدرس شد امروز قلب عالم و آدم حرای اوست این کوه نور شاهد یعنی جان بچه پدری رو بردم مادرت بیتی شیرینی رو جور کده بیاره که شیرینی خوری بکنیم پدر جانم کیک شیرینی به خاطر چیست؟ بچه کیک و شیرینی را به خاطر روز عید مبعث گرفتیم که دور هم بشینیم یک کیک و شیرینی بخوریم یک گپ بزنیم پدر جان عید مبعث به چه معنا؟ بچه روز عید مبعث یعنی اینکه در امروز پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی به پیغمبری مبعوث شده و امروز برای ما مسلمان ها از اهمیت بسیار خاص برخوردار است و بسیار روز مهم است عید مبارک دیم شیرینی مکه دگر برای بزرگی کوچک است فریاد کن رسول که دنیا برای تو پدر جان عید مبعث چه اهمیتی دارد؟ عید مبعث در بین ما مسلمان ها بسیار اهمیت دارد و بسیار مهم است عید مبعث روزی است که پیغمبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی از طرف خداوند به پیغمبری مبعوث شده و به همه روزها روز عید مبعث پیغمبر اسلام در غار حرا مشغول عبادت خداوند بودند جبرائیل در ایشان نازل میشه و پیغمبر بسیار همیتو حراسان میشه همیتو نگران میشه باز جبرائیل امین میگه که نگران نشین ما فرشته وحی هستم از طرف خداوند برای شما حامل پیغامی هستم و به همین خاطر که امروز پیغمبر عزیز اسلام از طرف خداوند برای راهنمایی بشر به پیغمبری مبعوث شده امروز به نام روز عید مبعث نامگذاری کردن و امروز در بین مسلمان ها از جایگاه و اهمیتی بسیار بالای برخوردار است بشیم و به همین خاطر ما شیرینی آوردم که ما و شما دور هم بشینیم هم شیرینی بخوریم و هم از این روز تحلیل کرده باشیم و هم درباره پیغمبر خود یک چیزی بدانیم پدر جان چه کسایی برای اولین بار بعد از اتفاق بعثت به حضرت محمد ایمان آوردن؟ اولین کسانی که به پیغمبری پیغمبر ایمان آوردند از مردها حضرت علی علیه السلام بودند امیر المؤمنین امام اولی ما و شما با یک کسی نشان کوچک بود اما حقیقت اسلام را درک کرده بودند حقانیت اسلام را درک کرده بودند برای اولین نفر از مردها حضرت علی علیه السلام به پیغمبری عزیز اسلام ایمان آوردند به پیغمبریشان و از زنها ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها خانم پیغمبر اسلام به ایشان ایمان آوردند و فداکاری بسیار بی‌نظیری را حضرت خدیجه سلام الله علیها به خاطر ترویج دین اسلام و علنی شدن دین اسلام از خود نشان دادند ایشان یکی از تجارای سرشناس مکه بودند که از تمام ثروت خود از دارایی خود از تجارت خود از موقف اجتماعی خود گذشتند ولی از پیغمبر اسلام نگذشتند و جانانه از ایشان دفاع کردند اقرا به اسم ربک یا ایها الرسول بچه‌های عزیزم آیا کدام دانه شما از سخنان آموزنده پیغمبر اسلام یاد دارین که بگوین؟ بله خب بگو بچه‌م سیداد جان پدر جان یکی از گفته های حضرت محمدی است که میگه زیگه هوره تا گور دانش بجو احسن باریک الله آفرین بچه پدر سلامتی سیداد جان اکسلاوت بگین الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پدر جان یک چیز دیگه هم بگو. بگو بچه پدر. یکی از مهمترین آموزه های حضرت محمد است که میگوید النظافت من الایمان. آفرین، باریک الله، باریک الله. سلامت سه ساله یک سلامت بگوین. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجم. من یه چیز بگم پدر جان. بگو بچه پدر. حضرت پیامبر اکرم فرمودن که به فرزندان خود شنا و بازی و اسواری یاد بدهید. احسنت، باریک الله. سلامتی سید یحیی جان، یک صلوات بگین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آفرین بچه های گلیم. همیشه سخنان پیغمبر اسلام یاد بگیرین و در زندگیتان عمل بکنین. زمانی که پیغمبر اسلام به پیغمبری مبعوث شدن که بعد همونطوری که گفتیم حضرت خدیجه و حضرت علی علیه السلام در ایشان ایمان آوردن، این رقم نشد که همون دو نفر مانده باشه. بعد از او اسلام بسیار رشد کرد. پیغمبر عزیز اسلام از مکه مکرمه هجرت کردن در مدینه منوره. تمدن اسلام از مدینه منوره در کل جهان تبلیغ شد و پخش شد و امروز در تمام کشورهای جهان به صورت زیاد و کم مسلمان ها وجود دارن و زندگی میکنن و الحمدلله کشور عزیز ما افغانستان 99% از مردم افغانستان الحمدلله مسلمان هستند و از پیروان دین حضرت محمد. به کمالی کشفت دو جاب جمالی حسنت جمعی و خسالی صلو علیه و آلی.